Can you pitch us your movie? داستان یه کارگره که تو فاصله این گپی که بین نظام سرمایه‌داری و طبقه کارگری قرار گرفته به دنبال پیدا کردن احقاق حقشه و حقوقشه. If you could collaborate with the person of your choice, your dreams, who would it be? Why? خب من ترجیح میدم که این شخص سینمایی باشه. خب خیلی دوست داشتم که تو زمانی زندگی میکردم که میتونستم با کیشلوفسکی در حقیقت همکاری کنم. دلیلش هم اینه که به نظرم خیلی جهان رو، جهان سینما رو خیلی با احساس میتونست به من منتقل بکنه و خب آدم تأثیرگذاری در روند فیلمسازی منم بوده. خیلی دوست داشتم که این اتفاق میافتاد. What is your next project? الان دارم به یه داستانی فکر میکنم. دارم فیلم هاشو تلاش میکنم بنویسم. نمیدونم که یه آماده میشه ولی امیدوارم که این اتفاق زود بیفته و شرایط ساختش پیش بیاد. اگر بخوام مثلا فقط راجبه مضمونش حرف بزنم که در مورد چیه، در رابطه با یک پدر و یه دختر تینیجر که چون خودم یه دختر کوچولو دارم همش این برام یک مسئله است و یک چالشه، احساس میکنم که الان دغدغه اینو دارم که راجعش فیلم بسازم. What film, meeting, experience made you want to make films? من تو بچگی عاشق بازیگری بودم. تو شهری که زندگی میکردم امکان این وجود نداشت. تصمیم گرفتم خودم فیلم بسازم، تو فیلمم بازی کنم، ولی اینقدر این جهان برام پررنگ شد که هیچ وقت این اتفاق نیفت. یعنی هیچ وقت تو فیلمای خودم در حقیقت نقش مهمی نداشتم. و الان فیلم سازی رو با هیچ چیزی در دنیا عوض نمی کنم. Why do you make movies? سوال خوبیه. چون حقیقتش اینجاست که من خودم رو هیچ وقت فیلم ساز نمیتونم تصور کنم به این معنی که شغلم این باشه یا فیلم نامه کسی رو دوست داشته باشم انجامش بدم. همیشه یه چیزی اغلب باعث آزارم شده یا احساس کردم که باید راجع به این موضوع یه حرفی بزنم که برام مهمه. نه به معنی این که من آدم مهمی هستم و میخوام حرف مهمی بزنم، اصلا مهم به لحاظ این که باهاش در جامعه روبرو میشدم و فکر میکردم شاید کمتر به این موضوع داره دقت میشه و همینطور وقتی رو من داره تاثیر میذاره احتمالاً توی جامعه هم خیلی داره تاثیر منفی یا مثبت میذاره. این شد که فکر کردم شاید بتونم راجبش حرف بزنم. Who is the person who has influenced your career? خیلی آدمای زیادی بودن. همین کیشلوفسکی که گفتم برام خوب خیلی تو نوجوانی تاثیرگذار بود، اما حقیقتش اینه که من با یه فیلم احساس کردم که دوباره و مجدد عاشق سینما شدم. اونم آمروس پروس، اگه اشتباه نگم اسمش، مال ایناریتو بود. برای من خیلی فیلم تاثیرگذاری بود و داکتوس، این دو فیلم خیلی به من درسای بزرگی داد. هنوز به نظرم تصاویر این فیلم از ذهنم با اینکه سال هاست گذشته از بین نرفته. البته فیلم های زیاد بسیار خوبی وجود داره در دنیا ولی شاید سلیقه من خیلی به سلیقه من این دو فیلم نزدیکن. What's the project you've been keeping in a drawer for too long? یه پروژه ایست که سالها نه تنها در کمدم مونده، تمام ذهنم مشغول کرده و جالب اینجاست که در ذهنم هیچ وقت هم قدیمی نمیشه و مطمئنم که روزی خواهد رسید که بتونم این پروژه رو بسازمش، ولی الان ترجیح میدم بهش دست نزنم چون با شرایط فعلی که وجود داره میدونم که امکان ساختش نیست و برای همین دلم نمیخواد خراب شه. گذاشتمش توی یک فرصت مناسب و مطمئنم هستم که اگه قرار به این باشه که به دنیا بیاد کسی نمیتونه جلوشو بگیره. امیدوارم که اون روز خیلی دیر نباشه. هومن سیدی هستم، نویسنده و کارگردان. کات.